این هفته وایت واکر، راستش نه، عینک تنظیم خواب. توی یخچال چه خبره؟ و دو دروازی. You are being recorded. Stop. Package theft. شما برونگرایید یا درونگرا؟ اهل تجربه های جدیدید یا با سنت هایی که بهش عادت دارید راحت ترید؟ با داده هایی که از فعالیت های آنلاین شما گردآوری میشه، امکان این هست که تبلیغاتی بسازیم که دقیقاً ویژه شما طراحی شده باشند. انتخاب های آنلاینی که بین گزینه ها انجام میدید میتونه چیزایی از شخصیتتون لو بده. پژوهشگران میگن حتی اطلاعات ساده میتونه چیزهای خیلی زیادی درباره شخصیت آدم نشون بده. مثلا 75 تا پست فیسبوکی شما اطلاعاتی توشون هست که تقریبا میشه برابر با همون چیزهایی که همکارتون درباره شما میدونه. و شناختی که از روی 300 لایک یک نفر به دست میاد حدودا همون قدریه که شریک زندگی آدم دربارش میدونه. حتی از روی اطلاعاتی که به نظر بی‌معنی میاد میشه چیزهای خیلی خصوصی در مورد آدم‌ها فهمید. شخصیتشون، هوششون، موضع سیاسیشون، اعتقاد مذهبیشون، گرایش جنسیشون، چیزهای واقعا خصوصی. صرفاً از روی اینکه شما طبیعت‌گردی و چند تا چیز دیگه دوست دارید. این موضوعی که همه به تجربه روی فیسبوک و گوگل و اینستاگرام دیدیم، همون وقتی که بر پایه رفتار آنلاینمون تبلیغ نشونمون میدن. که طبعا اگه واقعا دنبال چیزی میگردید میتونه مفید باشه، اما در این حال یه کمی هم ترسناک است. داستانهای عجیب و غریب در مورد تبلیغهای آنلاین زیاده. مثلا شما داری با یه دوستت حرف میزنی، بعد میبینی همون چیزی که داشتی در موردش حرف میزدید برات تبلیغ کردن. ممکن اینجوری باشه که شما داری با دوستت حرف میزنی، بعد اون دوستت داره دنبال چیزی میگرده و شما هم تبلیغ چیزی که اون دنبالش بوده میبینی، چون فرض میکنن شما دوستین و احتمالاً علایق مشترک دارین. اگه چون این ماجرایی براتون نگران کننده است، بعضی ابزارهای آنلاین هستن که کمک میکنن تا رد داده هاتون رو پاک کنید. یکی از کارهای ساده اینه که کوکی های روی مرورگرتون رو پاک کنید. کوکی ها چیزهایی مثل آدرس ایمیل و حساب کاربری و خریدهایی که آنلاین کردید رو حفظ میکنند. اگه برید توی منوی مرورگرتون میتونید پاکشون کنید. در مرورگر کروم این گزینه توی تنظیمات تاریخچه است. توی سافاری میتونید در بخش تنظیمات حریم شخصی جلوی همه کوکی ها رو بگیرید. برخی از اد بلاکرها و ابزارهای ضد ردزنی بهتون میگن که کی داره چی رو دنبال میکنه. یک نمونهش مال بنیاد مرزهای الکترونیکی یا AFF که رایگان هم است. دانلود و به مرورگرتون اضافهش کنید. بهتون نشون میده کدوم دامنها دارن حرکات آنلاینتون رو دنبال میکنن. بعد میتونید بهش بگید به کدوم اجازه بده و جلوی کدومش رو بگیره. یک نمونه دیگه گوستریه که فضول سنجش از اینم بهتره. بعضی سرورها هم هستن که در ازای یک مقدار پول ردزنها رو بهتون نشون میدن. مثلا دیسکانکت آمی یک نسخه ابتدایی رایگان داره، هم برای دسکتاپ هم اپلیکیشن گوشی. اگه سالی 50 دلار بدید یک VPN کامل و یک محافظ ردزن بهتون میده که روی 3 دستگاه مختلف میشه نصبش کرد. ولی با همین ابزارها باز هم ممکنه که حریم شخصیتون کامل حفظ نشه و نتونید کلن از شر این ردزنها یا ترکرها خلاص بشید. اگه خیلی علاقه مندید یک نگاهی به هوتراکس میبندازید. بعضی از سایت های محبوب خبری و سرگرمی هایی رو که ردزن دارن نشونتون میده. اگه جزو اون 60% کاربران دنیا باشید که از کروم استفاده میکنند، به این راحتی ها نمیتونید جلوی گوگل رو بگیرید که زاغتون رو چوب نزنه. ولی اگه اهل فایرفاکس باشید وضعتون بهتره. فایرفاکس تمرکزش روی حریم شخصیه. از همون اول که مرورگرش رو نصب میکنید تنظیمات حریم شخصی رو بهتون نشون میده. بین مرورگرهای مهم و پرکاربر فقط فایرفاکس اوپن سورسه، یعنی هر کسی میتونه کدش رو ببینه، که خب این اعتماد رو بهش بیشتر میکنه. به جز اینها روش های یکم عجیبتر هم هست که میتونید با استفاده از اونها دسترسی به اطلاعات رو محدود کنید.
مثلا افزونه گوراندوم ایموجی هاتون رو تصادفی تغییر میده و باعث میشه فیسبوک گیج بشه و نفهمه دقیقاً چه واکنشی نشون دادید و در نتیجه نتونه ویژگی هاتون رو حدس بزنه. فقط مشکلش اینه که ممکنه یهو یه جایی که نباید بخندید شکلک خنده بفرستید. یک ابزار دیگه دیمتریکیتوره که بن گراسر ساخته. دیمتریکیتور شمار لایک ها رو روی توییتر و فیسبوک مخفی میکنه. در نتیجه نه اطلاعاتی از شما درج میکنه نه تحت تأثیر لایک های دیگران قرار میگیرید. اینستاگرام هم یک نسخه شبیه این برای خودش داره. فناوری های هوشمند روز به روز جایگاه بالاتری پیش ما پیدا می کنند. عینک های هوشمند، ساعت های هوشمند و لباس های هوشمند رو بیش از پیش در اخبار می بینیم و بعضا ازشون استفاده می کنیم. چند ماه پیش سری زدم به نمایشگاه فناوری های پوشیدنی در لندن تا چند تا از آخرین ابتکارات رو در این حوزه بررسی کنم. پاکت اسکا یک ابزار مناسب برای وقتی که در معرض نور زیاد قرار می گیریم. چیزی که ممکنه وضعیت سلامتیمون رو تحت تاثیر قرار بده. در چنین شرایطی این عینک میتونه ریتم خوابمون رو تنظیم کنه یا وقتی که به خاطر پرواز طولانی گرفتار جت لگ شدیم و خوابمون به هم ریخته به دادمون برسه. این عینک 12 گرمی با تابوندن نور آبی به چشم‌ها کنترل چرخی شبانه روز رو در اختیار خودمون میگذاره. به این شکل که تولید هورمون ملاتونین رو که تنظیم کننده خواب و بیداری کاهش میده. سازندگانش ادعا میکنن استفاده روزانه 20 دقیقه از این وسیله میتونه کمک کنه تا ساعت بدن رو منظم نگه داریم. در حالی که فیتبیت و فیول بند نایک بخش بزرگی از بازار فناوری های پوشیدنی ردیابی کننده رو به خودشون اختصاص دادن، اما جلو بردن این فناوری در حوزه تندرستی کاریه که اکسیتون مدیکال میخواد انجام بده تا زندگی کاربرانش رو نجات بده. اکسیتون مچبندیه که در حوزه بالینی طبقه بندی میشه و میتونه به طور مداوم تپش قلب بیمار رو بررسی کنه بدون اینکه نیازی باشه از روش قدیمی گیره انگشت استفاده کنیم. علاوه بر این میتونه سطح اکسیژن خون رو کنترل کنه و تغییراتش رو نشون بده تا علائم اولیه کاهش اکسیژن خون رو تشخیص و به موقع هشدار بده. خروجی اسکرهایی مچبند در یک اپلیکیشن نشون داده میشن و میشه تغییرات رو به راحتی مشاهده کرد. اطلاعات به دست اومده از حسگرها به الگوهای مختلف، هشدارهای لازم و تحلیل‌هایی در راستای پیشبینی وضعیت آینده بیمار تبدیل میشن. همه اینها یعنی امکان بررسی دائمی وضعیت بیمار حتی از توی خونه ممکن میشه و هزینه بستری کردنش هم کم میشه. اما این فناوری مبتنی بر حسگرهایی که روی یک لباس تعبیه شدن و به معنای واقعی کلمه پوشیدنی هستند. البته به شرطی که بخواید تمام اعمال رفتارتون رو حین ورزش گلف بسنجید. این سامان مهارت شما رو ارزیابی میکنه و یک بازخورد واقعی در اختیارتون قرار میده تا وضعیت پیشرفت خودتون رو بسنجید و یه جورایی نقش مربی دیجیتالتون رو بر عهده میگیره. گلف بازان حرفه‌ای و مربیان با کمکش میتونن نگاه 360 درجه‌ای به نحوه چرخش بدن و ضربات داشته باشن. GK Motion System به این منظور طراحی شده که ورزش‌های چون گلف، تنیس، بیسبال و اسکی رو هدف بگیره و همچنین در حوزه‌ای مثل تندرستی، صنعت، کارگاه‌ها، هنرهای نمایشی و موارد دیگه وضعیت بدن رو بررسی و تحلیل کنه. لایف بوستر سامانه هوشمند برای کارگران تا در صنعت ساختمان بتونه ایمنیشون رو تامین کنه، تندرستی و کاراییشون رو افزایش بده و با پیشبینی آسیب‌های احتمالی جلوی هزینه و ضرر شرکت‌ها رو بگیره. محصولات فعلی پوشیدنی موجود در بازار با استفاده از حسگرهایی چون شتاب سنج و ضربان سنج موفق شدن که علایم بدن رو به خوبی ثبت کنند. هدف چنین محصولاتی افرادی هستند که بین 18 تا 36 سال دارند، اما جمعیت هدف لایف بوستر کارگران میان ساله که معمولا برای آسیب دیدگی مستعدتر هستند. اونا میخوان کاری کنند که با هشدار به موقع آسیب ها رو به حداقل برسونند.
این یک کلاهخود مجهز به حسگرهایی که با گرافین ساخته شدند. HP1 تکنولوژی میخواد از این کلاهخودها برای گردآوری داده‌های مربوط به آسیب‌های مغزی ناشی از حوادث دوچرخه سواری و اسب سواری استفاده کنه. هدف این بوده که یک وسیله ارزون داشته باشیم تا بتونه اطلاعات دقیق زمانی، مکانی، اندازه و جهت ضربه رو در حین تصادف ضبط کنه تا بعداً مورد استفاده قرار بگیره. این هفته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در مورد بعضی از شرکت‌های بزرگ فناوری تحقیق می‌کنه، چون نگران اونا به اندازه‌ای بزرگ شدن که ممکنه به رقابت لطمه بزنن و مانع نوآوری بشن. این وزارت اسم شرکت خاصی رو نبرده، ولی احتمالاً منظور شرکت‌هایی مثل گوگل، آمازون و فیسبوک باشه. فیسبوک قبول کرده به خاطر رسوایی کمبریج آنالیتیکا 4 میلیارد پوند جریمه پرداخت کنه. برآورد میشه این بیشترین جریمه‌ای باشه که تا به حال به خاطر نقض حریم شخصی علیه یک شرکت اعمال میشه. این هفته همینطور خط آزمایشی شرکت هایپرلوپ متعلق به ایلان ماسک یک هیجانی به خودش دید. در جریان رقابت‌های سالانه اسپیس ایکس، یه پاد ساخت دانشگاه فنی مونیخ موفق شد به رکورد سرعت 463 کیلومتر بر ساعت برسه. البته بعدش منفجر شد. یه تسلیت هم در دیم میگیم به فرانکی زاپاتا که نتونست با فلای بوردش از کانال مانش رد بشه. این قهرمان بیباک نتونست روی قایق سوختگیریش فرود بیاد. ایشالا دفعه بعد. و در آستانه المپیک سال آینده توکیو، تویوتا از تعدادی ابزار برای بازی‌ها رونمایی کرده. از جمله باتی که با ذهن هدایت میشه، ربات‌های مشوق، پیک درویدی و سبد‌های توپ‌جمع‌کن خودران. این شرکت ژاپنی گفته هدفش اینه که مردم امید و آرزوهاشون رو تجربه و احساس کنند. با این موجودات چی میگن آخه؟ آشپزخونه هوشمند شاید اتفاق مهم بعدی باشه که تو خونه هامون رخ میده. یکی از وسایل توی آشپزخونه یخچال و فریزره که شرکت‌های سازنده رو به تولید نمونه‌های هوشمندشون واداشته. در سال‌های اخیر انواع و اقسام یخچال‌های هوشمند رو بهتون نشون دادیم و دیدید که از مهم‌ترین امکانات روی یخچال‌های هوشمند امکان مشاهده داخلشه. دوربینای توی یخچال هم به اون امکان میدن که بدون باز کردن در یخچال توشو ببینیم و هم وقتی که خونه نیستیم نگاهی به توش بندازیم و کم و کسری رو تشخیص بدیم و خرید کنیم. اما مشکل اینه که چون یخچال های معمولا خیلی گرون تموم میشن. یکی از راه حل ها فریجکم ساخت شرکت اسمارتره که قیمتش 150 پونده. دوربینی که میتونیم داخل هر یخچال معمولی نصبش کنیم تا هر بار که درش رو میبندیم یک عکس از محتویاتش بگیره و به دستمون برسونه. اینطوری میشه همیشه آخرین وضعیت داخل یخچال رو دونست. زاویه عکسی که میگیره یکم عجیب و غریبه. باید حواسمون باشه که در یخچال رو اونقدری تون نبندیم که عکس ها مات از آب در بیاد. حلقه دور دوربین میتونه نور لازم رو برای عکاسی تامین کنه، اما همه اینها بستگی داره به اینکه دوربین بتونه در وضعیتی که توی یخچال در بسته قرار گرفته اتصال موفقی با وایفای خونه داشته باشه، که خب یکی از چالش هایی که باید بهش فکر کرد. اسمارتر ادعا میکنه که فریجکم میتونه با یادگیری ماشین کم کم اجزای داخل یخچال رو تشخیص بده، اما این کار زمان میبره و بستگی به رفتار کاربر داره. خرید آنلاین مزیت‌های فراوانی داره، از جمله که موقع خرید لازم نیست از روی مبل خونه‌تون جم بخورید. اما مشکل وقتی پیش میاد که بستتون رو میارن، شما خونه نیستید و ولش میکنن جلوی در خونه. اون وقته که دزد عزیز زحمتکش میاد و بستتون رو ور میداره و سرتون بی کلاه میمونه. اما چاره چیه؟
یکی از راه حل‌ها اینه که یک قفل هوشمند استفاده کنیم. قفلی که روی در نصب میشه و با یک رمز یک بار مصرف اجازه ورود رو به پستچی میده. اونم میتونه بعد از گذاشتن بسته پستی توی خونه در رو ببنده و بره. این همون کاری که آمازون با همکاری شرکت اشلیک که قفل هوشمند تولید میکنه انجام داده. این قفل هوشمند با آمازون الکسا و زنگ هوشمند رینگ هماهنگ میشه و با اتصال به وای فای تبدیل به یک مجموعه متصل به اینترنت میشه. بنابراین حتی اگه خونه نباشید میتونید دائما از وضعیت باز و بسته بودن در مطلع بشید. این قفل با باتری کار میکنه و اگه شارژ باتری رو به اتمام باشه پیام های هشدار میفرسته. اگر این قفل رو با الکسا هماهنگ کرده باشید امکان باز و بسته کردنش با فرمان صوتی هم وجود داره. اما آیا شما میخواهید که یه غریبه پا به خونتون بذاره؟ چه عرض کنم؟ نظرتون درباره یک صندوق امن بیرون خونه چیه؟ صندوقی که تا زمانی که میرید سراغش از بسته پستیتون مراقبت کنه. شرکت کانادایی دنبی اسمشو گذاشته پارسل گارد یا مرسولبان. این صندوق 400 دلاری طوری طراحی شده که راه انداختن بسته راهی یک طرف است. یعنی وقتی بسته رو بندازید امکان نداره که بشه برش گردون. این جعبه متصل به وای فای دوربینی داره که به حرکت حساسه و اتفاقات جلوش رو میشه دید. در این حال زنگ هشدار و ترازو هم در داخلش تعبیه شده. پستچی بارکد روی جعبه رو اسکن میکنه، در بالایی باز میشه، بسته رو داخل میذاره و در رو میبنده و در نهایت صاحب صندوق پستی میاد و جعبه رو از در پایینی میکشه بیرون. ایدور اما از همون ایده قدیمی تعبیه یک شکاف روی در برای انداختن نامه استفاده کرده، با این تفاوت که کل در رو تبدیل کرده به درهای کوچیک‌تری که میشه چیزهای مختلف رو از طریقشون تحویل داد. این شرکت ادعا میکنه که درها رو میشه روی اکثر چارچوب‌ها نصب کرد و محفظه های مختلف قابل ارتقا رو در داخل در بسته به نیازهای صابخونه کم و زیاد کرد و تغییر داد. برای مثال محفظه خاصی برای جعبه‌های پستی گذاشت یا جای مشخصی برای لباسهایی که از خشکشویی برگشته در نظر گرفت. برای هر پیک میشه کلید الکترونیک خاص صادر کرد تا دریچه مورد نظر با استفاده از فناوری ارتباطات میدان نزدیک یا همون NFC باز بشه. هنگامی که محموله درون دریچه مورد نظر قرار میگیره، ساکن خونه یا کسب و کار پیام هشدار دریافت میکنه. برای بستهایی که داخل دریچه‌ها و محفظه‌ها جا نمی‌شن هم تدبیر دیگری در نظر گرفتند. به این صورت که پیک بسته رو جلوی در می‌گذاره و این حسگر رو توی جعبه فرو می‌کنه. اگه کسی بسته رو از حسگر جدا کنه، سامانه سر و صدا را می‌اندازه و آبروریزی می‌کنه. Stop. Package theft. Stop. You are being recorded. Stop. Package theft. ما قبلا در برنامه چندین بار به مالاوی سر زدیم تا ببینیم این کشور فقیر از فناوری چه بهره‌ای میبره. این بار هم دن سیمونز همکار ما رفته به اونجا تا گزارشی درست کنه در همین زمینه. اگر به اختراعات و محیط زیست علاقمند هستین این گزارش رو از دست ندید. این منطقه یکی از فقیرترین مناطق جهانه. اینجا هر نفر به طور متوسط روزی چند دلار بیشتر در نمیاره. اما دو شهر اصلی مالاوی یعنی لیلونگو که پایتخته و بلانتیره که قلب تجاریشه دارن رشد میکنن، نه فقط به لحاظ وسعت که از نظر فناوری. Malawi has a lot more high tech than you might think. اساساً مالاوی خیلی بیشتر از اون چی که فکر کنین فناوری پیشرفته داره. پژوهشگران اینجا هم توی نخ هوش مصنوعی هستن.
هم خونه های هوشمند میسازن، هم بیماری ها رو پیش بینی میکنن و حتی کامپیوتر کهنه رو دوباره راه میندازن که به درد کل قاره آفریقا بخوره. از بعضی جهات شهرهای مالاوی مثل بقیه شهران پر از مغازه و خدمات و ساختمان‌های در حال ساخت، ولی مهمتر از همه اینه که این کشور نیاز به فناوری‌های ساده داره تا زندگی رو بدون نیاز به انرژی آسان‌تر و بهتر کنه. درصد کمی از کشور برق داره و روی همون هم معمولاً نمیشه حساب کرد. تقاضا به مراتب بیشتر از عرضه است. ضمن اینکه هوا نسبتاً گرمه. تابستونا 30-35 درجه میشه. حتی الان که فصل نسبتاً خنک ساله، دما 20 و چند درجه است. دارم میرم سراغ یه مخترع خیلی باحال که کارشناس فناوری پایداره. سلام ادیس، ممنون که با ما قرار گذاشتی. چه کارگاه قشنگی. آنائل ایرو معروف به ادیس سرپرست یه تیم 6-7 نفره است. محل کارشون خونه ادیسه در بلانتیر. هر چیزی رو که اینجا تغییر کاربری میدن حاصل معجونی از فکرهای تازه است. مثلا این اسکلت خودرو ظاهرا قرار ماه دیگه را بیفته. موتورش با چی کار میکنه؟ بخار. یا این خودروی برقی سرهم بندی شده برای امنیت از شناسه تلفن استفاده میکنه. این فقط یکی از سیم کارتایی که باهاش کار میکنه. حتی از چرخ کوزه‌گری ادیس هم برای تولید انرژی استفاده میکنن. با این همه خرت و پرت که اینجاست، کسی بهتون نمیگه پروفسور دیوانه؟ چرا، زیاد میگن دیگه، عادت کردیم. در اوج گرمای روز اومدم یه نمونه کار جدید که ادیس خیلی بهش مفتخره رو ببینم. این سیستم کنترل آب و هواست با مصرف برق صفر. اصل داستان چیزیست که من بهش میگم عنصر خنک کننده. این توریست که آب میگیره و پس میده و محیط، درسته؟ صحیح. گرما و شرایط محیطی باعث میشه آب تبخیر بشه و فرایند تبخیر درخت خنک میکند. ظاهرا خیلی ساده است، اما باید یکم سخت‌تر باشه، نه؟ ما اینجا موادی ساختیم که اونقدر تار شدن و فشرده شدن که حجم بزرگی ازشان در فضای کوچک جا میشه، درسته؟ در مقیاس نانو. وقتی آب توش میریزیم، او آب پخش میشه و حرارت با بازدهی بیشتری مصرف میکنه که اختلاف را جبران کنه. به پایان یکی دیگه برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا برید به یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه قبلی رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick و از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.